در روز 29 اردیبهشت ماه ساعت تقریبا 1 بعد از ظهر نیروهای امنیتی به خانه برادرم که در منطقه سیاحی شهر اهواز هستند هجوم میارن و به شکل خیلی وحشیانه خانواده رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و اقدام به تفتیش خونه میکنن و به قول معروف برادرم و پسراشو میارن بیرون توی حیات خونه و هر چیز سعی میکنن که دوباره یه چیزهایی تو خونه بگردن. هیچی پیدا نمیکنن، فقط موبایل ها و چند تا کتاب رو با ضبط میکنن. بعد که با اعتراض پسرهای خانواده مواجه شدن، بها و صفا این دوتا جوون رو مورد ضرب و شتم قرار میکنن، صفا رو سیلی میزنن، بها رو روی زمین میکشن و در همون روز فلاح برادرمو و پسرش صفا رو که 29 سالش هست بازداشت میکنن. بعد اینا رو به جای نامعلومی میبرن و در اصل همون روز هر دو رو آزاد میکنن. خب ما گفتیم که این یه بازداشته یه که هم قبلا اتفاق افتاده، حتما یکی از اون بازداشته های همیشگی است. ولی روز بعدش که 30 اردیبهشت باشه طی تماس تلفنی از برادرم میخوان که بیاد به اطلاعات سپاه در منطقه چهارشیر، اطلاعات سپاه پاسداران توی منطقه چهارشیر اهواز. ایشون هم اونجا میرن، پسرش هم باهاش میره، منتها هم پسرش راه نمیدن و اونو میبرن. پسرش اعتراض میکنه که من پدرم بیماری قند خون داره و از فشار خون بالا هم رنج میبره، منو به جاش میبرید، که اونا هم این موضوع قبول نمیکنن و فلاح رو نگه میدارن که تا امروز توی بازداشتگاه های نامعلوم سپاه بوده و در طول این مدت فقط هفته یک بار با خانواده تماس خیلی کوتاه چند ثانیه‌ای داشته که بله سلام من حالم خوب است و نگران نباشید. امروز با خبر شدیم که ایشونو به زندان شیبان منتقل کردن. آخرین خبری که همین امروز ساعت تقریبا حوالی 2 ظهر به وقت محلی ایشونو به زندان شیبان منتقل میکنن و تا کنون البته خانواده موفق نشدن که ایشونو ببینن و تماس های مکرر خانواده توی مدت بی نتیجه مونده. ناگفته نمونه که وقتی که فلاح دستگیر میکنن میبرن، از سفار هم چندین بار پسرشونو چندین بار به همون مقر اطلاعات سپاه احضار میکنن و روز 9 خرداد ما دختر نوجوان خانواده حیفا رو که 14-15 سالشه اونو به مقر سپاه و اطلاعات سپاه احضار میکنن و اونجا مورد بازجویی و شکنجه روحی قرار میدن که این دختر خانم به خاطر ترس و دلهوره‌ای که داشته شروع به گریه کردن میکنه. بعد ابتدا توسط یک آقایی بازجویی شده، بعد یه خانم میاد ایشونو بازجویی میکنه و سوالای در مورد بنده، در مورد برادرش که توی استرالیا پناهنده هست و در مورد اعتقادات دینیشون میپرسه و همچنین صفا را که چندی بار احضار کردن در مورد برادرش، در مورد من و در مورد اعتقادات دینی خانواده پرسیدم و خانواده را تحت فشار قرار دادن که شما مذهبتون عوض کردید، مذهب تحلیل اهل سنت گرفتید. این اولین بار نیست که فلاح احضار میشه. فلاح چندین بار در میشه که هر چند ماه یک بار به وزارت اطلاعات احضار میشد و در مورد فعالیت های پسرش و فعالیت من بازجویی میشد و این احضارها یک روزه بوده معمولا، ولی الان این مدت فعلا در بند 36 روز در بازداشتگاه مخفی سپاه که حتما اونجا شکنجه شده و حتما شکنجه روحی و فیزیکی هم شده و تا کنون ما حتی خانواده ها و خانواده چند روز پیش به دادستانی مراجعه کردن که دادستانی اعتراض زیادی به اونا نداده، فقط گفته که این تنها چیزی که میتونیم به شما بگیم اینه که ایشون در بازداشت سپاه میباشن و فلاح جهت اطلاع بینندگان رو فلاح هیچ فعالیت سیاسی نداشته، فقط یک معلمی هست، یک بلمه تحصیل کرده روانشناسی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی هستن و الان یک بلمه دبیر بازنشسته هستن. درخواست ما از جامعه بین‌الملل که به این اقدامات جمهوری اسلامی در تحت فشار قرار دادن فعالان عرب اهوازی و فعالانی کلان اپوزیسیون جمهوری اسلامی اقدام درستی انجام بدن و با محکوم کردن این اقدامات و با جلوگیری کنن از انجام تحت فشار قرار دادن خانواده های محروم، خانواده هایی که به قول معروف هیچ گناهی نکردن، فقط گناه اونها تنها اینه که نزدیکی خانوادگی با افراد و خانوادهشون که در خارج کشور هستن و نیروی جمهوری اسلامی با استفاده از این انسان ها به قول اونها رو به گروگان گرفته، با گروگان گرفتن مردم و تحت فشار قرار دادن اونها میخواد بر به فعالان فشار بیاره که اون فعالیت‌هایشون رو متوقف بکنه.